NGO در اصل از عنوان Non-Governmental Organization گرفته شده و به معنای سازمان‌های غیر دولتیه. تو کشور ما به سازمان مردم نهاد یا به اختصار سمن نامیده شده و در اصل سازمان‌های رو شامل میشه که مستقیماً بخشی از دولت نیستن، اما به عنوان واسطه بین افراد اجتماع با هم و در بعضی موارد با دولت و حکومت ایفای نقش میکنن. در حال حاضر میلیون ها سازمان مردم نهاد یا NGO تو دنیا فعالیت میکنن و روزانه چندین مورد از این سازمان ها در حال ایجاد شدن هستن. این سازمان ها معمولا برای بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق بشر و بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر و هر نوع هدف مشترک و مردمی دیگه‌ای به وجود میان. و شاید بشه از سازمان صلیب سرخ جهانی به عنوان معروفترین و قدیمیترین این سازمان ها نام برد. این سازمان در سال 1863 میلادی به وجود اومد، البته شاید برای نخستین بار از این عنوان سازمان‌های غیر دولتی در منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 استفاده شد. در مدارس مختلفی در شرق امریکا در ایالات مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی گروه‌های مشغول فعالیت هستند تا دخترهای مالی در افریقا از تحصیلات برخوردار باشند. امروز به مدرسه اوکلند میلز اومدیم تا با ویندی، روزنامه‌نگار قدیمی که سرپرستی این فعالیت رو به عهده داره و سعی می‌کنه تا همراه با دانش آموزان گام‌های مؤثری در این مسیر برداره، آشنا بشیم. من ویندی لسکو هماهنگ کننده گروه دختران محصل متحد که در نواحی واشنگتن دی سی مستقر هستم. گروه دختران محصل متحد در مدارس مختلف فعالیت دارند، به خصوص در مدارس ایالت مریلند که در حومه واشنگتن دی سی است و خیلی هم نزدیک به کنگره امریکا است. و در واقع یکی از دلایلی که در اینجا شروع کردیم اینه که بتونیم به طور اخص دخترانی که در سن رأی نیستند رو درگیر مسائل اجتماعی بکنیم. برای اینکه میلیون ها دختر به مدرسه نمیرن، حتی تحصیلات اولی هم ندارن و حتی امید تحصیلات دبیرستانی برای خیلی از دخترها تقریبا مثل یک رویاست. من سمانتا دنن هستم. من فکر میکنم که این مهمه که با همه به صورت یکسان رفتار بشه. ما یک سازمان خواهرخونده در مالی در افریقای غربی داریم. مدیران جوان این سازمان از میون 2% جمعیت کوچک دخترانی هستند که به دانشگاه راه پیدا کردند. اونها فعالیت‌هایشون را از موقعی که در دبیرستان می‌رفتن شروع کردن و حالا که بزرگتر شدن از طریق برنامه کمک هزینه هنوز هم مشغول تحصیل هستند. در طول چندین سال اخیر در حدود 70 دختر محصل داشتیم که تونستیم به مدرسه بفرستیمشون و هر سال همون محصلا بودن که به کلاس‌های بالاتری می‌رفتن، ولی متأسفانه در حال حاضر فقط 55 محصل رو داریم که در حال تحصیل هستن، چون که یک عده‌ای نقل مکان کردن که مسلماً قابل فهمه، ولی 3 تا از دخترها همون بین سنین 10 تا 11 سالگی ازدواج کردند و دیگه مدرسه نیومدند. برای تحصیل این دختران در مالی، بچه های گروه ما در حال جمع‌آوری پولن و برای تحصیل هر کدوم از اینها حدود 40 تا 70 دلار لازمه. البته این بستگی داره به این که آیا محصلی که باهاش کار میکنی معلم خصوصی هم احتیاج داشته باشه یا نه. اسم من کریستینا استراگر. یه بار ما یه زیورالات فروختیم مثل این دستبندا و پول جمع کردیم برای دخترای مالی. دخترانی که یا یتیم هستن و یا دخترانی که پدر مادرشون نمیتونن هزینه مدرسهشون رو تامین کنن، برای اینکه مدارس در اونجا مجانی نیست و خصوصا که این دخترها نسبت به پسرها بی‌ارزش‌تر محسوب میشن و پسرها در واقع به مدرسه فرستاده میشن ولی دخترها را انتظار دارن که در خونه بمونن و حتی در سنین پایین هم ازدواج کنن. در نتیجه دلیلی هم نداره که اونها
خوندن نوشتن رو یاد بگیرن. دلیل نداره که افکار بلندی داشته باشن. من آوا هستم و توی گروه School Girls Unite هستم. در طول سال داشتیم روی پروژه کار میکردیم و این پروژه میخواستیم به دنیا بگیم که فقط مدرسه رفتن پسرها مهم نیست، مدرسه رفتن زنها هم خیلی مهمه، چون که قرار مادرای آینده بشن. این پرنده که درست کردم الان هم یه ذره نوکش شکسته، ولی این پرنده کار کردیم، میتونید ببینید که یکی از بالا شکسته، یکیش هم صافه. اینی که شکسته دخترها رو نشون میده و وقتی فقط پرنده بال داره نمیتونه پرواز کنه. پس اگر میخواین دنیای خوبی داشته باشین، هم دخترها هم پسرها باید مساوی باشن تا پرنده بتونه پرواز کنه. What we learned from our sister chapter in Mali that چیزی که ما از سازمان خواهرخوندمون یاد گرفتیم اینه که وقتی که ما به کنگره مراجعه میکنیم فقط آمار یونیسف رو استفاده نمیکنیم، بلکه ما نشون میدیم که مثلا مسجک 11 سالشه دیگه نمیتونه به کلاس هفتم بره، برای اینکه مجبورش کردن که ازدواج کنه. و وقتی که لابی میکنن و با هم صحبت میکنن و میخوان اعلامیه‌ای رو صادر کنند برای حمایت بین‌المللی از دختران با جلوگیری کردن از ازدواج اونها در سنین کودکی، اطلاعاتی در دسترسشون باشه، اطلاعاتی که اگر چه دست اول نیست ولی حقیقی هست. Why girls are so discriminated against in one of the poorest countries in the world. تو مدرسه اوکلند میلز ما با این تومارا صدای خودمون رو به گوش مردم دنیا میرسونیم. امضای این تومارا معنیش اینه که همه باید از آموزش و پرورش برخوردار باشن. دخترهای گروهمون کارهای خیلی جالبی میکنن که بتونن هزینه محصلین رو جمع‌آوری کنن. مثلا در یکی از جلسات مدرسه‌ای بطری آب میفروشن و کارهایی از این قبیل، و باعث این شدن که بتونن هزینه تحصیل دو دختر رو فراهم بکنن. اسم من دانیل لوپز هست. من فکر میکنم SGU یه زنجیره تغییر درست میکنه. این کار کوچیک ما میتونه روی یه مدرسه دیگه تأثیر بزرگی بذاره. در واقع ما پول آنچنانی لازم نداریم، برای اینکه تغییر در زندگی یه دختر مالی خیلی ارزونه. در واقع اون چه که سخت هست اینه که این دخترها رو بتونیم تو مدرسه نگه داریم. من بریکی دینی هستم. من به این علت به این گروه اومدم که فکر کردم خیلی خوبه که از مساوی بودن حق تحصیل برای همه حمایت کنیم، چون خیلی مهمه که دخترها تحصیل کرده باشن. خیلی از مشکلات دنیا حل میشه. مساوی نبودن مرد و زن مشکل بزرگی تو دنیاست و با دخترها رفتار ناعادلانه ای میشه، فقط به خاطر اینکه دخترن و این باید عوض بشه. به خاطر همین من توی این گروه هم. در ارتباط با اینکه چگونه مطمئن باشیم که پول جمع‌آوری شده به دست دختران مالی میرسه، ما رابطه خاصی با یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی در باماکو که در 10 سال اخیر در 4 دهکده مالی کار می‌کردن داریم. از این طریق رسید خرید و هزینه‌ها رو دریافت می‌کنیم، رسیدهایی که قلابی نباشن و حقیقی باشن. در ضمن دختران گروه ما در باماکو به این مدارس سر می‌زنن و نمره‌های این محصلین رو می‌گیرن، باهاشون صحبت می‌کنن، با کسانی حرف می‌زنن که اگر این کمک‌ها به اونها نمی‌رسید اصلاً راهی به مدرسه نداشتن. در نتیجه خیلی برامون مشخص هست که پول کجا میره، دست کی میره و چگونه خرج میشه. و تکرار می‌کنم، مشکل بزرگتر ما اینه که مسجع‌های دنیا رو تو مدرسه نگه داریم. این دخترای جوان بتونن مدرسه بیان و ادامه بدن، چرا که اکثر پدرمادرای اونها معتقد نیستن که اینها ارزشمندند و اغلب مجبورشون میکنن که در سنین کودکی ازدواج کنن. Waiting.
از فعالیت‌های انسان دوستانه است. در کشور ما هم با وجود مشکلات و مخالفت‌های زیاد این فعالیت‌ها صورت می‌گیره. خیلی ها سعی میکنن برای از بین بردن فقر، تبعیض، رسیدن به حقوق برابر بین زن و مرد و کمک برای وضع مالی مردم اقداماتی بکنن. هرچند خیلی از این فعالیت ها در سالهای اخیر سیاسی قلمداد شده و ازشون جلوگیری شده، اما همچنان شاهد علاقه مردم به کمک به هم‌نوعانشون هستیم. درد درختی که میخوشه از ریشه، درد زنایی که محکومه آزارم، یا کونه هایی که تو چرخه کار درمان این درد و تعبیر رویامه.